خوش اومدین به هارتاک ویژه از جشنواره هنر و ادبیات هی در ویلز. امروز قراره به همراه شرکت کنندگان در فستیوال با کسی صحبت کنیم که متخصص مرگه. موضوعی که فکر کردن بهش و حرف زدن دربارش برای خیلی از ماها از سخت‌ترین کاراست، ولی برای سو بلک محور کار و زندگیشه. سو متخصص و مدرس انسانشناسی پزشکی قانونیه که تواناییش در زمینه حل معماها و کشف رازها از طریق بقایای انسانی او رو به یکی از شناخته شده ترین محققان و به نوعی کاراگاه های دنیا تبدیل کرده. وقتی چشم در چشم مرگ میندازه چی میبینه؟ سو بلک، خیلی خیلی خوش اومدیم به هارت تاک. How is it that you have found yourself engaging with death؟ چی شد که جوری با مرگ درگیر شدین که حتی تصورش هم برای خیلی‌ها سخته؟ خیلیامون ازش فرار می‌کنیم و برامون موضوع بغرنجه، ولی شما مستقیماً باهاش روبرو میشین. قضیه چیه؟ فکر کنم چون باش تقابل نمی کنم. مرگ دشمن و رقیبمون نیست، بلکه همراه و همگاممونه، اون هم در تمام طول عمرمون. مادر بزرگم اهل یک دکته خیلی کوچیک در غرب اسکاتلند به اسم گلن الک بود. مثل خیلی از مردم اون نواحی به وجود یک جهان دیگه و زندگی دیگه اعتقاد داشت. برای اون مرگ مثل یک همدم همیشگی بود، کسی که باهاش حرف میزد، کسی که احساس میکرد خوب میشناسدش، و این احساس رو به من هم منتقل کرد. بچه که بودم با هم در مورد دوستش مرگ صحبت میکرد. My maiden name was Gunn. اسم فامیلیم پیش از ازدواج گان بود که یعنی تفنگ. پدرم شکارچی خوبی بود. بنابراین من از سن خیلی پایین به کارهایی مثل خالی کردن شکم خرگوشا یا کندن پر قرقابولهایی که پدرم شکار میکرد عادت داشتم، چون مادرم از این کارا نمیکرد. بنابراین این موارد یه واقعیت فیزیکی بود. بله، واقعیت فیزیکی بود. پس از سن خیلی کم با واقعیت جسد بیجان، حالا البته نه انسان، آشنا بود. بله، از سن خیلی کم. و نوجوان بودین که داوطلب کار توی قصابی شدین. خب البته همچین داوطلبانه هم نبود. پدرم پیرو به کلیسای پروتستان شعبه مشایخی اسکاتلند بود. وقتی 12 سالم شد اصلا پرسید میخوای چه شغلی داشته باشی؟ فکر کردم منظور شغل آیندمه، ولی در واقع منظورش همون موقع بود. انتظار داشت شغلی داشته باشم و بتونم نصف درآمدم رو بدم به مادرم. آخه به عنوان بچه خانواده مسئولیت داشتم. امیدوارم بچهای منم اینو بشنون. نه، بهتره نشنون. دوستم سوزان برام یه کار تو فروشگاه مزرعه پیدا کرد که باید سبزیجات میفروختم. از این کارا متنفر بودم. واسه همین رفتم اون طرف به یه مغازه قصابی و عاشقش شدم. با تمام وجود عاشقش شدم. شما میگین خب یه کتاب فوق‌العاده در مورد زندگی و شغلتون نوشتین و توش میگین تا آرنج توی ماهیچه استخوان، خون و اشیا غرق بودم و انگار یه جورایی ازش لذت میبردم. عاشقش بودم. تصورش رو بکنین، مغازه قصابی یه جای فوق‌العاده تمیز و به شدت منظمه. قصاب میدونه که چاقوش رو باید دقیقاً کجا بذاره تا بخش خاصی از گوشت رو جدا کنه. کار دقیق و به نوعی هنرمندانه است. بعد گوشت ها رو میچینه رو میز، کاری که به نظر من واقعاً شاعرانه میاد. میدونستم که قرار نیست نازک نارنجی باشم. مغازه قصابی همیشه خیلی سرده. همیشه منتظر رسیدن کامیون‌های گوشت از کشتارگاه بودیم، به خصوص روزایی که قرار بود جیگر بیارن، چون جیگر همیشه گرم بود و دستای ما همیشه سرد. از جیگر برای گرم کردن دستامون استفاده میکردیم. خلاصه با خون گاو خودمون رو گرم میکردیم. و خب کسی که از این کارو میکنه دیگه نمیتونه نازک نارنجی باشه. خب فکر کنم بیراه نیست که بگیم از همینجا معلومه که دختر عادی نبودیم. خب احتمالا بله. دوستان تو داروخانه و لباس فروشی کار میکردن که خب از نظر من یه جورای عجیب بود. شما این علاقتون رو جلو بردین و در شغل دانشگاهیتون مشغول تشریح اندام انسان شدید و این بخشی از آموزشتون به عنوان یک انسانشناس پزشکی قانونی بود. در مورد این موضوع خیلی جالب و جذاب نوشتین و میخوام بحث رو به همون سمت ببرم. در نهایت کار به جایی میرسه که آناتومی یا کالبدشناسی بخشی از روح و شخصیت انسان میشه. نوشتین وقتی که این دوره آموزشی رو پشت سر میذارین، جسد انسان رو تشریح میکنین، در مورد اجزاش یاد میگیرین، ساختمان استخوان‌ها، سیستم عصبی، خلاصه همه چیز رو درباره بدن یاد میگیرین، اندام‌ها رو در میارین و واقعا احساسش میکنید، اون وقتی که خودتون رو به عنوان عضو همیشگی از یک گروه برگزیده میشناسین. دقیقا منظورتون چیه؟
همه با آدم‌های اطرافشون ارتباط و تعاملی بیرونی دارن، یعنی با بخش خارجی چهره، اندام یا دستای افراد دیگه تعامل دارن. ولی به ما این فرصت فوق‌العاده کم نظیر داده شده که با آدم‌ها نه فقط از بیرون که از درون هم ارتباط برقرار کنیم. وقتی که برای اولین بار با تیغ جراحی پوست انسان رو میشکافی، مرز فوق‌العاده‌ای رو پشت سر می‌ذاری که تجربه مجددش غیر ممکنه. اولین باری که پوست انسان رو شکافتین براتون سخت بود؟ بله، خب معلومه، وحشت کرده بودم. یادمه که دستام اینجوری میلرزیدن. اتفاقی نیست که کالبد شکافی رو از سینه شروع میکنیم، چون اول نمیدونیم تا چه عمقی باید بریم. ولی تو قفسه سینه استخونهای بزرگی هستن که مانع از این میشن که زیادی عمیق بریم و بنابراین احتمال اشتباه پایین میاد. وقتی که اولین برش رو تموم کردم، تازه متوجه شدم که تمام مدت نفسم رو حبس کرده بودم، چون میترسیدم که اشتباهی بکنم و بهم بگن به درد این کار نمیخورم. ولی خب راستش هیچ اتفاقی نیفتاد. ولی وقتی لایه‌های پوست رو کنار می‌زنی، زیرش با دنیای خارق‌العاده‌ای روبرو می‌شی. در تمام طول عمرمون تک تک اون سلول‌ها و بافت‌ها در کمال نظم و هماهنگی با هم کار می‌کنن تا زنده بمونیم. هیچی از معجزه کم نداره. بعد نیست ببینیم انسان‌شناس پزشکی قانونی بودن واقعاً یعنی چی. به نظرم میاد یه تفاوت جالب توجهی بین کار شما و آسیب‌شناسا وجود داره. بله. آسیب‌شناس یه جسد رو نگاه می‌کنه، سعی میکنه بفهمه صاحب جسد چطور مرده، مرگ چطور اتفاق افتاده و شامل چه مراحلی بوده. ولی شما خیلی دنبال دلیل مرگ نیستین، بلکه دنبال تعیین هویت کسی هستین که جسدش جلوتونه. در واقع از بقایای فرد یا به عبارتی جسدش استفاده میکنین برای اینکه به عقب برگردین و تصویری از هویت اون فرد به دست بدین. چقدر براتون مهمه که این رو به نوعی مثبت ببینید؟ خب واقعا مثبته، چون کاری که باید بکنیم اینه که سعی کنیم که جسد رو با هویت صاحب جسد زمانی که زنده بوده انطباق بدیم. تصور کنیم پلیس با پرونده‌ای روبرو بشه که توش جسدی رو پیدا کردن ولی نمیدونن جسد کیه. خانواده‌اشو نمی‌شناسین، دوستاشو نمی‌شناسین، نمی‌دونین چطور اطلاعات رو کنار هم بذارید. اکثر ما توی بیمارستان یا آسایشگاه یا ماشین می‌میریم، یا در حالی که بالاخره چیزای همراهمونه که نشون میده کی هستیم. اما اگه جسدی بدون این اطلاعات پیدا بشه، تعیین هویت اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. تا وقتی هویت یه مقتول روشن نشه، پلیس نمیتونه تحقیقات رو پرونده قتل رو جلو ببره. میگین نمیتونن تحقیقات رو پیش ببرن. توی مقدمه گفتم محقق یا کارگاهین. با وجود همه تحصیلات علمیتون و تسلطتون به آناتومی و مسائل قانونی، آیا خودتون رو کارگاه میدونین؟ فقط در مورد شواهدی که در اختیارمونه. ما در مورد خود جنایت تحقیق نمی‌کنیم. این کار و مسئولیت پلیسه. ما شواهد موجود رو بررسی و روشون تحقیق می‌کنیم. و خب اون شواهد در خیلی از موارد جسد انسان هستن. خب حالا اگه فرض کنیم اجسادی قطع شده پیدا بشن، ما مشخص میکنیم که هر قطعه مال کدوم عضو بدنه. آیا این قطعات متعلق به یه نفر هستن یا بیشتر؟ که خب این اولین بخش تحقیقاته. بعد باید بررسی کنیم که چطور جسد رو قطعه کردن. موقع جدا کردن اون عضو، جسد به پشت روی زمین بوده یا رو شکم؟ آیا از چاقو استفاده شده یا اره؟ و خلاصه با اینجور سوال ها تحقیقات رو جلو میبرن. وقتی کار به دادگاه میکشه، ما اونجا کاری نداریم، اون کار وکیله. ما کسی رو مقصر اعلام نمی کنیم، این کار هیئت منصفه است. بنابراین در روند تحقیقات هر کسی نقش و وظیفه خودش رو داره و سر کار ما فقط و فقط با شواهده. در واقع گاهی باید به دنبال کوچکترین سرنخ‌ها بگردیم، مگه نه؟ منظورم اینه که اگه بخوایم سراغ بعضی از دست کم از نظر کسی مثل من سخت‌ترین پرونده‌هایی که روش کار کردیم بریم، میرسیم به سال 1999، وقتی که برای کمک به رمزگشایی از جنایات جنگی احتمالی به کوزوو فراخوانده شدین، جایی که از دهکده‌ای سر در آوردین که گفته میشد و البته شواهد هم همین رو نشون دادن که 40 نفر از جمله چندین بچه یکچا و به ضرب گلوله قطع عام شدن. وقتی شما رسیدین اونجا چی باقی مونده بود؟ برده بودنشون به یه خونه خارج از دهکده و توی 2 اتاق تقسیمشون کرده بودن. افراد مسلح دم در اتاقا ایستاده بودن و با کلاشنیکوف
بسته بودنشون به گلوله. بعد همدستاشون از پنجره کاه ریخته بودن تو اتاقا. بنزین ریخته بودن روش و آتیش زده بودن. وقتی ما رسیدیم چیزی حدود 7 یا 8 ماه گذشته بود. چیزی که تو 2 تا اتاق پیدا کردیم بقایایی بود که با هم قاطی شده بودن. به شدت متلاشی و تجزیه شده بودن. چون دما چیزی حدود 28 تا 30 درجه بود. اجسادی که تا حدی سوخته بودن و کم و بیش با سفالهایی که از سقف ریخته بود پوشیده شده بودن. از طرفی سگهای وحشی بخشای زیادی از اجساد رو خورده بودن. این چیزی بود که پیدا کردیم. کرم و حشرات توشون وول می زدن. بخشای مدفون، بخشای سوخته و بخشای پاره پاره با چنگ و دندون حیوانات وحشی. آیا تونستین از مهارت هاتون استفاده کنین و هویت اون افراد رو مشخص کنین؟ تا حدی مشهوره که دی ان ای همه معماها رو حل میکنه، ولی اینطور نیست. باید نمونه‌ای داشته باشین که بتونین دی ان ای رو با اونها مقایسه کنین. و خب در مورد بیشتر این افراد نمونه‌ای نداشتیم. بنابراین کاری که باید میکردیم این بود که در حالی که اون روپوش‌های سفید سرهمی تنمون بود و چکمه‌های مشکی باغبونی به پا داشتیم و صورتمون رو هم با ماسک پوشونده بودیم و توی اون هوای 28 درجه دست کشای دولایه هم دستمون بود، رو زمین بخزیم و با نوک انگشتامون بگردیم تا قطعات اجساد یا استخونها رو پیدا کنیم. بعد سعی میکردیم فرم و اندازه کلی صاحب جسد رو حدس بزنیم. تقریبا بیشتر با استخون طرف بودیم. باید جنسیت رو مشخص میکردیم. حدوداً چند ساله بوده؟ قدش چقدر بوده؟ آیا نشونه‌ای مثل دندون پر کرده یا نشونه‌ای از یه بیماری قبلی یا اثری از شکستگی قدیمی استخون داشته یا نه؟ چیزایی که ممکنه کمک کنه که خانواده‌ها شناساییشون کنن. یا اگر هنوز چیزی از لباساشون باقی مونده بود ممکن بود چیزی توی جیبش باشه. شما این رو به عنوان یکی از بزرگترین تجربه‌های زندگیتون توصیف کردین. درکش واسه من خیلی سخته چون برام مثل تصویری از جهنمه. میفهمم که ممکنه مثل جهنم به نظر بیاد. قطعا خود من هم تا اون موقع با چیزی مشابه روبرو نشده بودم. بیشتر کارهای قبلیم در بریتانیا روی یک جسد کشف شده زیر خاک یا جسد یک مقتول بود. بنابراین ابعاد این پرونده برام درسای فوق‌العاده زیادی داشت. در این حال دونستن اینکه نتایج کارمون قراره در دادگاه جنایی بین‌المللی مورد استناد قرار بگیره به این معنا بود که باید کیفیت کارمون مطابق با همون استانداردهایی باشه که همیشه ازمون انتظار میره. بنابراین چالش اصلی این بود که مطمئن بشیم که استاندارد کیفیت کارمون پایین نیومده. بدون اینکه بخوایم غلاب کنیم، آیا کارتون رو یه جور اقدام انسان دوستانه میدونین؟ چون مثلا در مورد قضیه کوزوو یا سایر صحنه‌های جنایاتی که روش کار کردین با آدم‌های طرفیم که قربانی وحشتناک‌ترین و شاید بشه گفت شرورانه‌ترین جنایات شدن، آیا فکر میکنین با کارتون یه چیزایی رو ترمیم میکنین؟ باید خیلی مراقب باشیم چون وقتی به عنوان یه دانشمند روی یه پرونده کار میکنیم از همون انتظار میده که بی‌طرف باشیم. قرار نیست احساساتی بشیم. قرار نیست درگیرش بشیم. برای ما جرم مطرح نیست. مسئولیت ما این نیست. ما یه وظیفه مشخص داریم. ولی خب عصبانی که میشیم. نه، حق نداریم. نمیتونیم. کار ما نیست. این بحث عدالت قاضیه که مشخص میکنه کی گناهکاره و کی بیگناه. کار من اینه که شواهد رو پیدا کنم، تحلیل کنم، ارائه کنم و قاضی بر اساس اونها تصمیم بگیره که کی گناهکاره. اگر قرار باشه از نظر احساسی با قضیه درگیر بشم، عملا از کارایی و بی‌طرفی به عنوان یک فرد دانشگاهی کاسته میشه. ممکنه که به دادگاه بین‌المللی لاهه فراخونده بشین. باید بتونین اونجا بیستین و با وجدان راحت بگین من معتقدم یا نظر حرفه‌ایم اینه. نه اینکه میخوام هر جوری که شده کسی رو تو آخر عمر بندازم پشت میله ها. اگه درونمون همچین حسی داشته باشیم باید باش بجنگیم. میخوام برگردم به سوالم یا نکتم درباره انسانیت. آیا شغلتون باعث شده که نگاه مشخصی به مقوله انسان و اینکه چه کارهایی ازش برمیاد داشته باشین؟ همیشه قابلیت‌های انسان رو می‌دونستیم، اما چیزی که یاد گرفتیم اینه که حتی در بدترین و وحشتناک‌ترین شرایط ممکن همیشه شاهد تجلی فوق‌العاده انسانیت هستیم. مثلا زن بیوه‌ای رو در نظر بگیرید که همسرش رو از دست داده، بچه‌هاش یا همه خانواده‌اش رو از دست داده و وقتی که می‌دیم که اونها رو نبش قبر کنیم، اون زن با یه لیوان چای کنارمون ایستاده و اون چای نشونه تشکر و قدردانیش از کار ما. هیچ وقت نشده که در موقعیتی وحشتناک در جایی از دنیا یا مشغول کار باشم و شاید بروز لایه‌هایی از انسانیت نبوده باشم. این چیزیه که باید دنبالش بگردیم چون چیزیه که بهمون درباره سرشت واقعی انسان‌ها اطمینان خاطر میده. نباید فقط روی جنبه‌های منفی تمرکز کرد.
داشتم فکر میکردم هیچ وقت پیش اومده که در مقابل ابعاد حادثه یا شرایطی که باهاش مواجه شدین کم آورده باشین. مثلا سونامی سال 2004. فکر کنم خیلی هنوز ابعاد اون حادثه رو یادشون باشه. خیلی از نواحی ساحلی آسیا از سریلانکا تا تایلند گرفته تا اندونزی نابود شدن و خیلی از مردم محلی و توریست ها جونشون رو از دست دادن. صدها هزار نفر کشته شدن. از شما خواستن به اونجا برین. یا به عبارت دقیق‌تر قبل از اینکه ازتون بخوان خودتون تصمیم گرفته بودین که بریم و برای کمک به شناسایی قربانی ها به تایلند رفتین. درسته. ولی ابعاد حادثه فوق‌العاده بزرگ بود. بله همینطوره. تایلند برای همچین چیزی آماده نبود. اصلا نمیشه و نباید درباره ناتوانیشون برای مهار اون شرایط و تعداد بالای قربانی ها سرزنششون کرد. کاری که میکردن این بود که جنازه ها رو میذاشتن پشت وانت و میبردن به شهر و توی محوطه معبدها رها میکردن. خب معبد جای مناسبی برای نگهداری از اجساد نیست. بنابراین تنها کاری که میتونستن بکنن این بود که جنازه ها رو ردیف به ردیف کنار هم میچیدن. توی اون گرمای سوزان همین جوری ردیف ردیف جنازه بود که به خاطر گرما تقریبا جلوی چشمامون تجزیه و متلاشی میشد. باد میکردن تا جایی که دیگه پوست میترکید. میتونین تصور کنین که همه جا پر بود از کرم و حشرات و موش. اگه بخوایم تصویری از جهنم رو روی زمین داشته باشیم به نظرم همون روزای اول بعد از سونامی تو تایلند بود. و باید تاکید کنم که تقصیر هیچ کس نبود. فقط اصلا انتظار همچین حادثه‌ای با این ابعاد رو نداشتن. بذار این موضوع رو کمی عوض کنیم و برگردیم به بحث جنایت. الان در یک جشنواره ادبیات هستیم و رمان‌های جنایی جایگاه مهمی تو ادبیات دارن. میدونم که شما با ول مک‌درمید نویسنده مشهور داستان‌های جنایی که اتفاقا اونم اسکاتلندی دوستی نزدیکی دارین. اون معمولا در مورد جنایت‌های خشن با جزئیات خیلی زیاد می‌نویسه و اگر اشتباه نکنم شما هم یه جاهایی راهنماییش کردین. نمیدونم هیچ وقت شده نگران بشین که نکنه دارین به یه جور حس فضولی بی‌مورد خواننده‌ها که مثلا می‌خوام بدونن چطور میشه اندام‌های بدن رو جدا کرد پاسخ بدین، یا مثلا اینکه وقتی یک جسد داره در طول زمان فاسد و متلاشی میشه چه اتفاقی می‌افته. ممکنه برای ما جذاب یا مشمئز کننده باشه، ولی آیا واقعاً شما می‌خواید این حس فضولی ما رو اقناع کنین؟ خب تا حدی شکی نیست که هممون معماهای جنایی خوب رو دوست داریم چون از ما دوره و ربطی به خودمون نداره. بنابراین بعدمون نمیاد که تا حدی از داستان جنایی بترسیم. و اگر قرار باشه خواننده ها از یه حادثه جنایی بترسن، من ترجیح میدم که از یه جنایت واقعی بترسن تا یه جنایت کاملا تخیلی که توش همه چیز کاملا غیر قابل باوره. بنابراین از نظر شما مهمه که اگه مثلا در مورد جدا کردن اندام‌های بدن حرف میزنیم جزئیات رو دقیق و کامل بگیم. قطعاً. تا سختی این کار تشریح بشه. دقیقاً، چون عده بسیار بسیار کمی از آدم‌ها در طول عمرشون اندام‌های یک انسان دیگر رو جدا می‌کنن. پس احتمال اینکه من آموزششون بدم خیلی خیلی کمه. اما کسایی که کتاب‌های جنایی رو می‌خونن احتمالاً از بقیه مردم اطلاعات بیشتری در این زمینه دارن. در نتیجه اگر جزئیاتی درست گفته نشده باشه، اونا به سرعت متوجه میشن. به همین دلیله که برای نویسنده‌های جنایی که میرن و واقعاً درباره شرایط واقعی جنایت تحقیق می‌کنن، احترام زیادی قائلن. چون به این ترتیب در واقع دارن به خواننده هاشون احترام میذارن و میگن این جزئیات عین واقعیته و همینجوری از خودم در نیاوردم. خب من برای این کارشون احترام قائلم. شما کتابی نوشتین که پره از داستان‌های فوق‌العاده و در اون تجربه‌های بیشماری که با مرگ داشتین رو توصیف کردین. ولی کاری که توی کتاب نکردین و نمیدونم شاید الان دوست داشته باشی این کارو بکنین، صحبت در مورد احساساتتونه نسبت به چیزایی که بعد از مرگ اتفاق میفته. بعد از دیدن و بررسی این همه جسد و جنازه، آیا به این نتیجه رسیدین که بعد از مرگ هیچ خبری نیست؟ یا بعد از دیدن این همه مرگ فکر می‌کنین دنیای بعد از مرگ وجود داره؟ اصلا نمیدونم، ولی وقتی مردم فکر نکنم دیگه بتونم بهت بگم. تا جایی که میدونم هیچ کس تا حالا از دنیای مردگان برنگشته. بله میدونم مواردی بوده که افراد در اتاق عمل یه جورایی مردن ولی با شیوه‌های پزشکی برشون گردوندن، ولی مرحله بعد از اون هست که دیگه کسی ازش برنگشته. زومبی ها وجود ندارن. تمام عمر حرفه‌ایم رو با مرده‌ها و اجساد گذروندم و هیچ وقت روح شبح ندیدم. هیچ وقت نترسین؟ نه از زنده‌ها میترسم. زنده‌ها کارهای عجیب میکنن. مرده‌ها تکون
نمیخورن. وقتی میذارینشون رو زمین همونجا میمونن. پا نمیشن راه بیفتن ما رو بخورن. خیلی خیلی منطقی و عالی از احساس با موضوع برخورد میکنی. منظورم اینه که خب آخه منطقیه. درست قبل از اینکه بیام اینجا یک مکالمه خیلی جالب داشتم. کسی بهم گفت آیا هیچ وقت در مورد اتفاقات قبل از تولدمون نگران میشیم؟ گفتم نه. خب پس چرا باید نگران اون سر زندگیمون باشیم؟ یکی کلید چراغو زد و بهمون زندگی داد. یکی هم یه روزی کلید رو میزنه و زندگیمون تموم میشه. واسه چی باید نگران باشیم؟ نه بذارین وارد بحث فلسفی این که دلیلی برای نگرانی هست یا نه نشیم. ولی نمیدونم که آیا وقتی مثلا پای یکی از عزیزان خودتون در میون باشم میتونین همون میزان منطق و نگاه عالی از احساس رو داشته باشین؟ قطعاً. احتمالاً اکثر کسایی که تو این اتاق هستیم از دست دادن عزیزی رو تجربه کردیم. میدونم که شما هم پدر و مادرتون رو از دست دادین. میخوام بدونم احساستون وقتی به جسد اونها نگاه میکردین با احساساتون موقع کار در کوزو و تایلند یا روی یک پرونده مهم پلیسی فرق می‌کرده؟ پدر و مادرم به این فرصت رو دادن که بتونم به این سوال جواب بدم. مادرم تنها ظرف 6 هفته فوت کرد، ولی پدرم آلزایمر داشت و مدت زیادی طول کشید تا فوت کنه. چیزی که سخت و آزاردهنده بود این بود که داشتن می‌مردن. مرگشون به خودی خود سخت نبود. مواجهه با این واقعیت که مرده بودن هم سخت نبود. قسمت سخت ماجرا همون لحظاتی بود که داشتن می‌مردن. اینکه آیا دردناک یا کشدار بوده یا اینکه در موقعیتی بودن که هیچ وقت نمی‌خواستن باشن. ولی وقتی که مرگشون فرا رسید هر دوشون رو میگم یه جور آرامش کامل حاکم بود، هم برای خودشون و هم برای اطرافیان. وقتی فوت کردن به مراتب کوچکتر از اونی شدن که در طول زندگی بودن. خیلی کوچیک و منقبض به نظر میامدن، ولی رفته بودن. و یه چیزی بود که آیا پشت این حرفتون یه نکته استعاری هم هست؟ متوجهم که کنکاش توی همچین مسائلی میتونه آزاردهنده باشه، ولی وقتی که جسد منقبض شده پدرتون رو دیدین حس نکردین که روحش جدا شده؟ پدرم مرده بود. تو اون لحظه پدرم دیگه مرده بود. سوالم اینه که آیا به روح اعتقاد دارین؟ نمیدونم. چون یه اتفاقی افتاد و یه چیزی تغییر کرد. من اونجا بودم. وقتی آخرین نفسش رو کشید دستش تو دستم بود. همونجا احساس کردم هیچ کار دیگه‌ای نبود که به عنوان دخترش بتونم براش بکنم. خاص‌ترین و ممتازترین موقعیتی بود که میتونستم توش باشم. برای او هم پایان به قدر مشخص بود که خودش تصمیم گرفت دیگه چیزی نخوره، چیزی ننوشه و روش رو کرد به دیوار. تصمیم گرفته بود که وقتشه که بمیره. وقتی آخرین نفس رو کشید و خرخر کرد، منظورم صداییه که به خرخر مرگ مشهوره و ناشی از خروج مایعاتیه که وارد ریه شده و همراه آخرین نفس خارج میشه. اون وقت فهمیدم که رفته. در اون لحظه هیچ مشکلی برای ترک جسد پدرم نداشتم، در حالی که هرگز نمیتونستم پدرم رو وقتی زنده بود ترک کنم. در اون واپسین نفس یه چیزی تغییر کرد و پدرم دیگه وجود نداشت و جسدی که اونجا بود پدرم نبود. تنها ظرف و کالبوری بود که پدرم در تمام طول حیاتش اشغال کرده بود. پدرم رفته بود، فوت کرده بود. آیا دنیای دیگه بعد از مرگ وجود داره؟ تا وقتی خودم نرم نمیدونم، ولی پدرم عوض شده بود. آیا از مرگ خودتونم میترسید؟ اصلا و ابدا. به نظرم این آخرین ماجراجویی بزرگ آدمه. فقط یک بار تو زندگی این فرصت رو داری. اگر بخوای سفر طولانی بری، از قبل خودت رو براش آماده میکنی. چرا واسه مردن آماده نشیم؟ من میخوام لحظه به لحظه رو تجربه و درک کنم. میخوام بدونم مردن چجوریه، چون به دنیا اومدنم رو که یادم نمیاد. دلم میخواد لااقل اون مراحل آخر زندگی رو درک کنم، اینکه چه حسی داره، چه حالی داره، چه طعمی داره. و خب قاعدتا هیچ چیزش یادم نمیمونه چون دیگه مردم. و آیا جسد خودتون رو هم وقف علم و کالبد شکافی میکنین؟ قطعاً. باید خیلی آدم دورویی باشم که این کار رو نکنم. کارت اهدای عضو دارم. بنابراین میتونن از اعضام برای زنده نگه داشتن دیگران استفاده کنن. البته به شرطی که به درد کسی بخورن. ولی خب اگه از 65 سالگی رد بشم اعضای بدنم اونقدر مستهلک شدن که احتمالاً کسی نمیخوادشون. بنابراین فرم وقف جسدم به بخش آناتومی دانشگاهمون رو پر میکنم و بدنم رو بعد از مرگ در اختیارشون میذارم. این ترتیب دانشجوها میتونن جسدم رو تشریح کنن. ازشون میخوام که دوباره استخونهامو جمع کنن و کنار هم بذارن. باید بجوشوننشون که باقی مونده چربی و مایچه‌ها هم ازش جدا بشه. بعد استخونهامو نخ بکشن که مثل یک اسکلت کامل سر پا بشم و بتونم تا آخر مرگم به تدریس ادامه بدم.
تا حالا مصاحبه‌های خیلی زیادی کردم، ولی هیچ راه بهتری برای پایان این مصاحبه به نظرم نمی‌رسه جز اینکه بگم سوبلک، حضور شما در هارتاک افتخار خیلی خیلی بزرگی بود. خیلی خیلی ممنونم. بی‌نهایت متشکرم.